در این بخش من به شاخص‌های مرکزی و نحوه محاسبات ریاضی اون خواهم پرداخت. یکی از مهمترین شاخص‌های مرکزی میانگین هست. در حوزه کسب و کار ما از میانگین زیاد استفاده می‌کنیم. برای مثال میانگین فروش در سال‌های مختلف چه شکلی است یا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر. همونطور که قبلا گفتم ما میانگین رو هم برای نمونه هم برای جامعه محاسبه می‌کنیم. خوشبختانه رابطه محاسبه میانگین چه برای جامعه چه برای نمونه با هم یکی هستش، گرچه من اینجا از نمادهای مختلفی استفاده کردم تا نشون بدم که میانگین جامعه با میو هست و میانگین نمونه با اکس بار. برای محاسبه میانگین خیلی ساده، ما میایم تمام اعداد و داده هایی که داریم رو با هم جمع میکنیم و بعد تقسیم بر تعداد اونها میکنیم. میانگین به شما کمک میکنه که از تمام داده های موجود استفاده کنید و اون رو در قالب یک شاخص نشون بدید. گرچه این نقطه قوت میانگین هست، اما باعث میشه که میانگین اصطلاحاً نسبت به داده های پرد حساس بشه. برای مثال اگر شما یه داده خیلی خیلی بزرگ دارید نسبت به سایر داده هایی که توی مجموعتون وجود داره، این باعث میشه که میانگین به سمت اون متمایل بشه. پس اگر داده های پرت داشته باشیم میتونه میانگین رو تحت تاثیر قرار بده و اون تصویری که ما میخواییم از کل داده ها داشته باشیم رو کمی روش اثرگذار باشه. اما شاخص های دیگه وجود داره که تحت تاثیر داده های پرت نیستن. برای مثال میانه شاخص مهم دیگری هستش که ما در حوزه کسب و کار از اون زیاد استفاده میکنیم. برای اینکه میانه رو محاسبه بکنید لازم هستش که اعداد رو ابتدا از کوچک به بزرگ مرتب بکنید. من در اینجا یه مجموعه اعداد دارم و اونها رو از کوچک به بزرگ مرتب کردم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم میایم و عدد وسطی رو پیدا میکنیم. اون عدد وسطی میانه ما خواهد شد. حالا در اینجا دو حالت رخ میده. یکی این که تعداد داده های ما فرد هست و وقتی تعداد داده ها فرد هست شما به راحتی میتونید عدد وسطی رو پیدا بکنید. اما ممکنه تعداد داده ها زوج باشه، مثل این حالتی که من در اینجا دارم. من اینجا 12 تا عدد دارم. در این حالت شما باید دو تا عدد وسط رو پیدا کنید و میانگین اونها رو به عنوان میانه داده ها در نظر بگیرید. اگر به این اعداد دقت بکنید دو عدد وسط 1280 و 1300 هستند. میانگین این دو عدد میشه 1290. 1290 میانه مجموعه اعدادی است که من دارم. در اینجا توجه بکنید چون میانه نمیاد از همه اعداد استفاده بکنه، بنابراین تحت تاثیر عدد بزرگ قرار نمیگیره. فرض کنید اگر من به جای 1560 عدد 6000 داشتم که خیلی با این اعداد فاصله داره، میانه ابدا تحت تاثیر اینها قرار نمیگیره. اما وقتی میام میانگین این اعداد رو حساب کنم و اینجا من 6000 داشته باشم، میانگین رو خیلی به سمت خودش تکون میده و به این ترتیب لزوما تصویر خیلی دقیقی از داده ها به دست نمیده. وقتی داده های پرت زیاد توی مجموعه ما وجود داشته باشه، بهتره که علاوه بر میانگین میانه داده ها رو هم محاسبه بکنیم. شاخص مرکزی مهم دیگه مد هست. مد عددی است که بیشترین فراوانی وقوع رو داره. دو شاخص قبلی یعنی میانگین و میانه ما همواره یه دونه از اینها برای هر مجموعه از اعداد داریم. اما در مورد مد میتونیم بیش از یه مد داشته باشیم. به این مثال توجه کنید. این همون مجموعه اعدادی است که من میانش رو حساب کردم. وقتی این اعداد رو نوشتم بعضی اعداد فراوانی بیشتری دارن. برای مثال
عدد 1270 دو بار تکرار شده. همطور که جلو میریم میبینیم عدد 1350 هم دو بار تکرار شده. و عدد دیگه با فراوانی بیشتر وجود نداره. پس ما میگیم که این مجموعه اعداد دارای دو مد هست. یکی 1270 هست که دو بار تکرار شده و دیگری 1350 هست که این هم دو بار تکرار شده. اگر بخوام این شاخص‌های مرکزی رو به شکل گرافیکی نشون بدم، در این اسلاید مشاهده می‌کنید که من با نمودار پراکندگی دو تا داده مواجه هستم، دو مجموعه داده مواجه هستم و می‌بینید که این مجموعه داده‌ها متقارن نیستن. یکی چولگی به سمت راست داره و دیگری چولگی به سمت چپ داره. مود رو خیلی راحت شما می‌تونید از نمودار توزیع داده‌ها به دست بیارید. مود عددی هستش که داره بیشترین فراوانی وقوع رو داره. شما کافیه به قله منحنی توزیع نگاه بکنید. اینجا ما یک قله بیشتر نداره منحنی توزیع ما. ممکنه منحنی‌هایی داشته باشیم که بیش از یک قله داشته باشه. پس اینجا میشه مود داده‌ها. میانگین جایی هستش که شما همه اعداد رو با هم جمع می‌کنید، تقسیم بر تعدادشون می‌کنید. وقتی چولگی به سمت راست هست، میانگین داده ها از مود داده ها بزرگتره و میانه هم بین میانگین و مود داده ها قرار داره. در نمودار آبی رنگ شما میبینید که چولگی به سمت چپ داره. مود داده ها دوباره مثل حالت قبل جایی هستش که بیشترین فراوانی وقوع رخ داده. میانگین عدد کوچکتری هستش نسبت به مود داده ها و میانه هم بین میانگین و مود قرار داره. اگر توزیع شما توزیع متقارنی باشه مثل توزیع نرمال، در اون صورت ما با یه همچین وضعی مواجه نیستیم. در توزیع نرمال میانگین داده ها، میانه و مود همگی بر روی هم میفتن و منحنی توزیع متقارن هستش. پس فقط کافیه میانگین داده ها رو در توزیع نرمال محاسبه بکنید و اون برابر است با میانه و مود داده ها. اما همونطور که اشاره شد، شاخص های مرکزی تمام وضعیت رو به شما نمیگن. ما در مورد پراکندگی داده ها حول میانگین اطلاعاتی به دست نمیاریم. در مورد شکل منحنی هم خیلی اطلاعاتی به دست نمیاریم. شاخص های مرکزی مثل مرکز جرم در فیزیک میمونن. اگر ما بخواهیم یک نقطه رو یا یک عدد رو ملاک قرار بدیم از وضعیت کل داده ها، اون نقاط میتونه میانگین، میانه و مود داده ها باشه. در قسمت بعد من در باره شاخص های پراکندگی صحبت خواهم کرد.